سوژه های ما که هیپنوتیزم پذیریشون بالاست و شما متوجه میشید آره ما رو چه سوژه هایی هستن، با تلقیناتی که ما برای سوژه ها داریم میپذیرن تلقینا. حالا ما اینجا قدرت سمایی نمیخوایم کنیم، ما تلقینی که میخوایم بدیم صرفا در جهت چیه؟ در جهت اینه که بعدها برای تغییر باورش، برای یک عادت رفتاریش، برای یه موضوع این رو هیپنوز کنیم. خب برگرد دستتو بچسبون به دیوار این ور میتونی دست رو به چسب میدی من. خب شما از اونجا بگیر برو عقب. مرسی من دستت نمیزم. اوکی تمام چشات به من، تمام تمرکز تو بیار رو کف دستت که محکم چسبیده به دیوار. سفت و سفت، سفت و سفت، یه چسب قدرتمند زیر کف دستت ریختم، چسب کاملا چسبیده به دیوار. حالا چشمت رو باز میکنی و دست رو سر میکنی جدا کنی. یک دو سه آروم سعی کن دستت رو از دیوار جدا کنی، سعی کن دستت رو از دیوار جدا کنی. سوژه ما تلاش که میکنه دست جدا نمیشه. یک دو سه دست جدا میشه، آروم دست جدا میشه، جدا و جدا شروع خوب کاملا متوجه شدید دیگه سوژه هایی که با تلقین پذیری بالا هستن اوکی؟ سوژه هایی که با تلقین پذیری بالا هستن حواستون باشه. صدایی که صدای شما میشنوم یادت اینا شرطی شدی، شرطی شدی با صدای من. خوبه مرسی.